اگه تو گوسالدون تو دوران شیردهی بیش از 3% تلفات دارید، این عدد غیر استاندارده و به اعتقاد من خودتون قاتل گوسالهاتون هستین. مهمترین نکته رو آخر کلیپ میگم، تا آخرش همراه من باشید. درود دوستان، من ظفری هم، کارشناس دامپروری. یه سری آمار و اعداد در مورد پرورش گوساله اول بهتون میگم. اگر از این اعداد تبعیت میکنید دست به ترکیبتون نزنید، یعنی کارتون درسته. ولی اگر خارج از این اعداد هستید یه جای کار میلنگه و باید رفعش کنید. نرخ اسهال تو گوساله ها 15%، نرخ پنومونی 10% تو دوران شیردهی. نرخ تلفات هم حد اکثر 3%. اگر این اعداد برای شما صدق میکنه و کمتر از این اعداد هستید، یعنی کارتون درسته، پس نیازی نیست که تغییری تو مدیریت، کارگری و هر چیزی که مد نظرتون هست داشته باشید. اگر هم خارج از این اعداد هستید و اضافه تر دارید، یعنی اینکه یه جای کار ایراد داره و باید دنبالش بگردید و رفعش کنید. قد و وزن گوساله هم وزن 2 برابر وزن تولد تا 60 روزگی باید وزن بگیره، یعنی گوساله‌ای که تازه متولد شد 40 کیلوگرم بود باید تا 60 روزگی بشه 80 کیلوگرم. نرخ رشد قدیش هم 10 الی 12.7 سانتی متر باید رشد کنه. اگر کمتر از این مقدار بود یعنی رشدش کمه و در حقیقت گوسالتون داره عقب میفته. نکته اول، مدیریت آغوز. گوساله‌ای که تازه متولد میشه بدنش هیچ ایمنی نداره و ایمنی بدنش رو از آغوز مادرش تأمین میکنه. پس شما باید اولین اقدامی که انجام میدید برای مدیریت گوسالدونتون اینه که از همون ابتدا آغوز سالم و خوب رو در اختیار گوساله قرار بدید. تو 2 الی 3 ساعت اولیه تولدش حتما 8 الی 10% وزن بدن بهش بدید. با صبر و حوصله یه مقدار با گوساله مدارا کنید، حدوداً 3.5 تا 4 کیلو راحت میتونید به گوساله آغوز بدید. نگران نباشید، چون خیلی‌ها میگن که گوسالمون اسهال میگیره. نه، اتفاقاً آغوز باعث میشه جلوگیری کنه از بیماری‌ها تو روزهای آینده و درصد پنومونی و اسهالتون به شدت کاهش پیدا میکنه، چون در حقیقت شما دارید ایمنی وارد بدن گوساله میکنید. اگر از 3 ساعت به بعد گذشت جذب آغوز از روده کم میشه، برای همینه که میگن تو 2-3 ساعت اول حتما باید 10% وزن بدنش رو بخوره. روش آغوز گرم کردن هم به صورت حرارت غیر مستقیم باشه، یعنی شما ظرف حاوی آغوز رو بذارید توی آب داغ حدوداً به 38 الی 40 درجه سانتیگراد که دماش رسید، اون موقع میتونید که به گوساله تغذیه کنید. برنامه شیردهی هم به گوساله به این ترتیبه که شما بعد از اینکه آغوز رو دادید از همون شیر مادرش تغذیه کنید. تا 2-3 روز که این آغوز داره تبدیل میشه به شیر، همزمان گوساله هم از خوردن آغوز تبدیل میشه به خوردن شیر، یعنی تغذیهش تبدیل میشه به خوردن شیر. و این نکته خیلی مهمه، اگر شما اینو رعایت کنید قطعا جلوگیری میکنه از اسهال و خیلی کمک میکنه تو رشد گوسالتون. قدم بعدی، هفته اول 4 کیلوگرم شیر تو 24 ساعت، هفته دوم 5 الی 6 کیلوگرم، هفته سوم تا هشتم روزانه حدوداً 7 کیلوگرم و بعد هفته نهم و دهم 3.5 کیلوگرم حدوداً باید بهش شیر بدید. یعنی تا 70 روزگی شما میتونید دیگه کامل گوساله قطع شیر کنید. بستگی داره به میزان استارتری که مصرف میکنه، که اونم یه فرمولی داره که بهتون میگم که چیکار باید بکنید. و نکته ای که باید در مورد زمان بندی بهتون بگم، اگر شما تو 24 ساعت 2 وعده به گوسالهاتون شیر میدید، حداقل 8 ساعت بین وعده ها فاصله بذارید. اگر 3 وعده میدید، حداقل 6 ساعت بین شیردهی ها فاصله بذارید. و خواهش میکنم ازتون که دقت کنید، مثلا امروز صبح اگه ساعت 7 دادید، دیگه هر روز ساعت 7 صبح به گوساله ها شیر بدید، یک دست بدید. اینجوری نباشه مثلا 2 تا گوساله رو شیر بدید برید بعد بیاید 5 تا دیگر رو شیر بدید. نه، این کارو نکنید، به شدت به شما ضربه میزنه. همه گوساله ها اگه 10 تان، اگه 20 تان، اگه 1000 تان، تقریبا همشون با هم دیگه تو یک زمان مشخص و تو یک ساعت مشخص، ساعت و برنامه شیردهی به گوساله هاتون رو عوض نکنید. فاصله زمانی رو هم رعایت بکنید تا مشکلاتتون به حداقل برسه. آخرین نکاتی که در مورد شیردهی میتونم بهتون بگم، یک این که اگر امکان داره براتون تمام مدتی که گوسالتون داره شیر میخوره از پستونک استفاده کنید و شبیه سازی کنید پستونک رو با پستان مادرش، یعنی اون حالت گردن گوساله رو
یک ارتفاعی در نظر بگیرید با توجه به قدی که گوساله داره تا به همون میزان گردنش بیاد پایین و حالت قوس رو داشته باشه. و نکته بعدی این که اگر با سطل میده که اکثر گاوداریا میدونن با سطل دارن شیر میدن، دقت کنید که به گردن گوساله فشار نیاد. این باعث میشه که با اون ولعی که داره و موقع خوردن راه تنفسش و راه مجاری مریش با همدیگه تداخل پیدا کنه تو شیر خوردن و خدایی نکرده شیر وارد نایی بشه، بعد وارد شش بشه و مشکلات عفونت ریه و پنومونی براش ایجاد بشه. خیلی مهمه این نکات، حتما دقت کنید ارتفاع سطل زیاد نباشه، سطلتون زیاد گود نباشه که راحت بتونه گوساله تا ته شیر رو که میخواد بخوره به گردنش فشار نیاد. و اینکه شیر رو حتما باید به دمای 38 الی 40 درجه برسونید، اونم با حرارت غیر مستقیم. شیر رو مستقیم روی گاز نذارید. من این نکته رو میگم برای اون اشخاصی که توی روستاها هستن و گاوداریای کوچیکی دارن و دسترسی به دستگاه پاستور ندارن، نمیتونن تهیه کنن. خواهش میکنم ازتون که شیر سرد به گوساله ها ندید. شیر رو با حرارت غیر مستقیم یعنی آب داغ بگیرید بغل ظرفش، نمیدونم خود ظرف رو کامل غوطه ور کنید تو آب داغ تا این شیر برسه دماش به اون مقداری که بهتون گفتم و بعد تغذیه کنید گوساله ها رو. نکته بعدی در مورد استارتر و آب هست. این سوال رو خیلی از من میپرسن، از روز اول آب و استارتر در اختیار گوساله قرار بدید. نگران نباشید، هیچ مشکلی پیش نمیاد. آب تمیز باشه، زیاد سرد نباشه، داغ نباشه، حالت ولرم ملول اصطلاح هم باشه و استارتر هم مقدار خیلی کم تای ظرفش بریزید. همین مقدار که ببینه چشمش و آشنا باشه با این ظرف و با اون متایی که جلوش قرار گرفته تا یه هفته ده روز که اصلا نگاهش هم نمی کنه، ولی بعد کم کم شروع میکنه به خوردن، یه پوز میزنه و میره. به خاطر همین مقدار خیلی کمی استارتر بریزید، تازه به تازه باشه که بو نگیره و گوساله اگر خواست بخوره اون بو باعث نشه که امتناع کنه از خوردن. خواهش میکنم اینا رو مد نظر قرار بدید، خیلی به رشد گوساله هاتون کمک میکنه. استارتر حداقل باید 20% پروتئین داشته باشه، 8-10% هم یونجه خوب و با کیفیت مخلوط با این استارتر باشه. ترجیحاً استارتر پلیت آجیلی باشه، اگر آرد باشه باز یک مقدار تو بحث پنومونی ممکنه که شدت ببخشه، ولی اگر این امکانات رو ندارید چاره ای نیست و به همین روشی که گفتم تازه به تازه کم کم در اختیار گوساله قرار بدید تا برسه به اون میزان مصرفی که ما مد نظرمون هست. اگر میخواید مدیریت قوی تو گوساله دون داشته باشید، این کاری که میگم رو حتما انجام بدید. از 6 هفتگی گوساله هاتون دیگه اون میزان مصرف استارتر رو حتما کنترل کنید روزانه که چقدر گوساله داره مصرف میکنه. از 6 هفتگی حدوداً 900 گرم تا 1 کیلو و 400 گرم و بعد این میزان افزایش پیدا میکنه تا حدوداً 8 هفتگی از 1 کیلو 800 گرم تا 2 کیلو 300 گرم باید 3 روز متوالی گوسالتون استارتر مصرف کنه و اون موقع دیگه کم کم شروع کنید به قطع شیر کردن. برای شیردهی هم حتماً موقعی که میخواین افزایش بدید و شیر رو به میزان حد اکثر 7 کیلو برسونید، از یه قسمتی شروع میکنید، مثلا 4 کیلوگرم تو روزای اول شیردهی، کم کم این رو افزایش میدید باز به همون صورت نمودار سهمی، بعد 7 کیلوگرم رو تا هفته 8 ادامه میدید و هفته 9 و 10 باز دوباره کم کم کمش میکنید تا استرس کمتری به گوسالتون وارد کنید. اگر نمودار افزایش و کاهشتون به صورت پلکانی باشه و به همین صورتی که گفتم شیردهی رو انجام بدید، مطمئنن رشد گوساله هاتون خیلی بهتر میشه. گوساله سالم یه سری علائم داره که این علائم رو چک کنید. روزانه 2 مرتبه باید گوساله ها رو چک کنید که ببینید سالم هستن یا نه. اولین نکته در مورد اسهال که بیشترین میزان تلفات گوساله دون باعث اسهال هست، شما دم گوساله رو باید نگاه کنید، زیرش دست بزنید خیس نباشه. قسمت رکتوم و اطراف رکتوم گوساله
یا معقد گوساله، اونجاها از آلودگیش مشخصه که آیا این گوساله اسهال داره یا نداره. در و دیوار باکس رو که نگاه کنید قشنگ مشخص میشه، بستر گوساله رو که نگاه کنید قشنگ مشخصه و مطمئن باشید تو روزای اول متوجه بشید، تو ساعت اولیه اگه متوجه بشید که گوسالتون اسهال گرفته و جلوش رو بگیرید، خیلی تو میزان رشد و همچنین درمان گوساله بهتون کمک میکنه. گوساله سالم سرحال، گوشای برافراشته داره، چشمای براق داره، پوست براق داره، پوستش حالت پوست و موش، حالت ژولیدگی نداره، پوزش یه مقدار مرطوبه، بینیش بدون خلط، خلط نباید داشته باشه، نفس نفس نمیزنه، تنفسش عادیه. موقع خوردن شیر هم دمش رو به صورت پاندولی تکون میده. و یه نکته در مورد تست آب بدن گوساله بهتون بگم، پوست گردن گوساله رو اگه به این صورت بکشید یه میزان مشخصی داره، تو زمان کوتاهی برمیگرده به حالت اول و صاف میشه. اگر گوساله آب بدنش کم باشه، این مدت زمانی که پوست به حالت اول برمیگرده یه مقدار زمان بره و کامل میتونید، یعنی شما اگر اینو تست کنید رو گوساله های سالمتون، اگر یه گوساله یه خدایی نکرده آب بدنش کم باشه، قطعا شما با این کار هی تست کنید و تکرار و تمرین کنید، قشنگ متوجه میشید که آیا این گوساله آب بدنش کم شده یا نه. اگر آب بدنش کم شد، یا نیاز به سرم تراپی داره، یا اینکه با آب و ORS که مخلوط بکنید میتونید با اون الکترولیتی که دارید میتونید آب بدنش رو تامین کنید. حتما تو گوسالدون، حتما تو داروخونه گوسالدونتون ORS داشته باشید. ORS جز لاینفک پرورش گوساله است، مخصوصا مواقعی که گوسالتون اسهال میگیره. اگر الکترولیت به بدنش نرسونید سریع به سمت اسیدوز میره و خدایی نکرده دیگه حتی نای مک زدن نداره که بتونه شیر بخوره و اون موقع دیگه کاری از دست تقریبا هیچ دامپزشکی بر نمیاد و مشکلاتتون خیلی شدیدتر میشه. پس اگر گوسالتون تو ساعتهای اولیه متوجه شدید که اسهال گرفته و آب و ORS در اختیارش قرار بدید، قطعا به اون مشکلات کمبود آب و اسیدوز دچار نمیشه. و همینجور که قولشو داده بودم، آخر این کلیپ مهمترین نکات رو در مورد پرورش گوساله بهتون میگم. تا اینجای کلیپ اگر راضی بودید یه قلب خوشگل برای من بذارید، نظرتون هم این پایین کامنت کنید، من میخونم با اشتیاق فراوان و اگه سوالی داشته باشید حتما جواب میدم. شما هم به من کمک میکنید که از علم و تجربتون استفاده کنم. مهمترین نکات در مورد پرورش گوساله نظافت، نظافت، نظافت. شما نظافت رو دو تمام موارد پرورش گوساله باید رعایت کنید. از لحظه‌ای که گوساله میخواد متولد بشه، رو بستر آلوده به دنیا نیاد، از کلش تمیز زیرش استفاده کنید. بستر گوساله دون تو باکس باید 15 الی 25 سانتی متر بستگی به تابستان و زمستان، ارتفاع کلشی که زیر دست و پاش میذارید باشه. سفال برنج خیلی خوبه به شرط اینکه گوسالتون شروع نکنه به خوردن و باید اینو رعایت کنید. هر روز به اعتقاد من هر روز مرتب کنید، زیرش رو کامل تمیز کنید. گوساله هایی که اسهال میگیرن درگیر بیماری میشن، از بقیه گوساله ها یه مقدار فاصله بدید، جدا نگهداری کنید. ارتباط فیزیکی تا حداقل تا یک ماه یا مثلا 20 روز یک ماه اول، اینکه گوساله ها پوزه رو به همدیگه میگیرن و شروع میکنن از دهن همدیگه مک زدن، اینو تا جایی که میتونید کنترل کنید. بعضی باکس ها رو من دیدم بین باکس های ورقه جوش میدن که گوساله این با اون گوساله کناری نتونه ارتباط لیپ تو لیپ اصطلاحا داشته باشه و کارگرای گوسالدونتون خیلی کنترل کنید. سری پستونک ها رو یه موقع گشاد نکنن برای اینکه کارشون زودتر را بیفته. من دیدم که این کار رو انجام میدن. ظرف ها رو مرتب بعد از شیردهی، بعد از آبی که به گوساله ها میدن، با آب و ریکاب بشورید. مایع ظرفشویی حتما تو گوسالدونتون داشته باشید. بعد از اینکه گوساله از باکس خارج شد و وارد گوساله های اجتماعی شد، حتما باکس رو به صورت انفرادی، باکس ها رو حتما ضد عفونی کنید، یا با مواد ضد عفونی کننده یا با شعله دهی حتما ضد عفونی کنید. و مهمترین نکته در مورد تهویه اینو بهتون بگم که شما باید از یک طرف ورودی هوا داشته باشید و از یک طرف یک مکنده داشته باشید که هوا رو خارج کنه و هوای تازه مدام در رفت آمد باشه.
دمای مناسب برای پرورش گوساله 16 الی 25 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی حد اکثر 75%، و اونم با همون تهویه مناسبی که بهتون گفتم حتما باید داشته باشید. و خواهش میکنم به عنوان مهمترین نکته این که افراد رو نذارید وارد گوساله دونتون بشن، چون گوساله موجود شیرین و با نمکیه. هر کی هم که از راه میرسه دلش میخواد انگشتشو بکنه تو دهن گوساله که این انگشتشو شروع کنه به مک زدن. خیلی لذت بخش این کار برای افرادی که از بیرون وارد گاوداری میشن، اما شما نمیدونید که این دست چقدر آلودگی داره و وارد بدن گوساله میکنه. این نکات نظافتی رو اگر رعایت کنید، قول میدم بهتون سالانه بیش از 3% تلفات نخواهید داشت، مخصوصا اگر نکته آغوز رو هم رعایت کنید. تمام این نکات کنار هم دیگه، ببینید اینایی که گفتم در مورد نظافت و آغوز جلوگیری میکنه از مرگ و میر گوساله های شما، ولی باقی نکات در مورد رشد بیشتر و بازدهی بهتریه که تو گوساله دون میتونید داشته باشید. اما این دو نکته، نکته طلایی یک آغوز و دوم نظافت، این دوتا را رعایت کنید قطعا مرگ و میرتون به کمتر از 3% خواهد رسید. چیزیه که من خودم اینجا دارم و میتونم آمار رو با عدد و رقم بهتون ثابت کنم که ما توی سال گذشته کمتر از 2% تلفات داشتیم، و تمامش به خاطر اینه که ما تو گوساله دون یک خانوم و یک آقا دارن کارمون رو انجام میدن. چون خانوم هست و رو نظافت بیشتر دقت داره، شستشوی ظروف با ایشونه و باقی کارا که حالا نیاز به زور فیزیکی بیشتری داره آقا داره انجام میده. و خواهش میکنم ازتون، خواهش میکنم از من کارشناس در مورد درمان سوال نکنید. ما بیماری شناسی و داروشناسی تو هیچ مقطعی پاس نمی کنیم و اصلا درسش رو نخوندیم. من خودم برای کارهایی که اتفاق می افته، بیماری هایی که اتفاق می افته تو گوساله هامون، تو گاوامون، حتما با دامپزشک مشورت می کنم و خواهش می کنم ازتون که شما هم همین کار رو انجام بدید و پیگیر صحبت های من کارشناس فقط در مورد مدیریت و پیشگیری باشید. برای درمان خواهش میکنم که به دامپزشک مراجعه کنید. خیلی ممنون که تا آخر این کلیپ همراه من بودید. نظراتتون رو با اشتیاق فراوان میخونم. حتما منو بی نصیب نذارید. دم شما گرم. خدا نگهدار.